اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. هفت آسمان قربت من تار است وان آسمان آبی ایرانم بعد از هزار سال جدایی خورشید پاره بر سر من می‌ریزد. پیریست این که ذره ذره به در می‌زند و ناگهان در لحظه‌ای که چشم تو بر در نیست سنگین و سرد می آید. لب می گشایی از دل پرسوز، از کوچه های کودکیت، از لحظه جوانی دیروز. یک سینه حرف داری از پشت شیشه شب عاشق، وقتی چراغ با نرمی چکیدن تو در چشم دریای نور می شد و شعر از تصور تو ماهور و شور می شد. وقتی به نام نامی تو سرو بلند کوچه دل جاودانه شد و واژه های من در لحظه های شعر و غزل عاشقانه شد. روزی که شاخه های گل سوسن در هشتی قدیمی دل یک باغ عطر جاری کرد و شعله های بوسه ما شبهای خانه پدری را روشن کرد، در قاب سینم باخیست. هفت آسمان قربت من می بارد، اما از آسمان آبی ایرانم یک قطره نور می خواهم. امسال سال دیدار است، سالی که خانه پدری را مادر به عطل دل می شوید و کعبه می گشاید درهای بستش را. فرزند گم شده در کوچه های غم زده می ریزد آواز خستش را. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه 15 فوریه 26 بهمن. فکرشو بکنید، 4 روز از انقلاب گذشته، 3 روز و نصفی 4. من شیرون زمانی گفتم که مادر بود و بر این باور بودم که در می گشاید مادر. مدرسه علوی و رفاه، مرکز خبر، روزنامه که تموم شد پنجشنبه، روز بعدم که روزنامه نداشتیم، خب خیالمون راحت بود. ساعت 4 بود، یه مش روزنامه اطلاعاتم برداشت با راننده اطلاعات و عکاسمون رفتیم مدرسه علوی. مدرسه علوی و رفاه اینا چسبیده به هم بودن. از تو مدرسه علوی پله می‌خوردیم رفتی پایین، یه زیرزمین و آمفی‌تئاتر، بعد از اون ور وصل می‌شد به مدرسه رفاه که تو کوچه مستجاب. من رفتم، خبر خاصی نبود. از دکتر یزدی پرسیدم، گفت نه دیگه، شب جمعه است، مرده ها هم آزادن. اینم حرفش بود. احمد آقا رو هم دیدم با پسر آقای منتظری، محمد معروف به رینگو،
ایشون هم با هم و هادی نجف آبادی. به نظرم اون زمان و احمد آقا هنوز آلوده نشده بود، ولی خب بدش نمی اومد گاهی در دود کوکنار غرق بشه. و البته می رفتن با هم، یه منزلی در شهباز بود و خبری نبود. در نشه من حدود ساعت 4:30 یه رو به 5 اومدم، یه راننده داشتم آقای بختیاری، چه نازنین پسر، حالا فکر میکنم دیگه پیر شده مثل من، اونم الان زن و بچه و لابا داماد عروس هم داره، خیلی آدم وفاداری. سوار شده اومدیم خونه، 10 دقیقه یه رو بود به خونه رسیده بودم، بچه ها رو بودم و نشستم و یه چای خوردم، تلفن زنگ زد. مرحوم آقای علامه خسروشاهی، خودشم نوشته اینو، به من تلفن زد که آقا کجایی؟ گفتم چه خبره؟ من الان اونجا بودم. گفت نه آقا پاشو بیا، امشب آتش بازیه، امشب آتش بازی است. خیلی من تعجب کردم، یعنی چی؟ چیکار میخوان بکنن؟ واقعا ساده دلانه، یعنی دنبال مفهوم برای آتش بازی میگشتم. بلند شدم زنگ زدم به خبرنگار عکاسمون، گفتم آقا بساطو بعد و بیا، به نظرم یه خبرایی است. وقتی رفتم دمو از من زودتر رسیده، چون من بالاخره باید از بخارست میمدم میرفتم، اون کشیک تو روزنامه بود، نزدیک بود به عین دوله. رفتیم با هم تو، از همون زیرزمین مدرسه علوی رفتیم و بعد چرخیدیم از اون پشت در رفتیم و رفتیم مدرسه رفاه. تو مدرسه رفاه سالن اصلی که در واقع از در توی کوچه مستجاب اگه اومدی تو با این سالن برخورد میکردی، دیدم شلوغ، آقای ربانی شیرازی آستین بالا زده، خلخالی زواره ای اونجا میپله که سلام علیکی کرد، با ما همکلاسیمون بود و یه سری هم آدم های ناشناس که من نمیشناختمش اونجا میپلکیدن. آقای رفیق دوست رو میشناختم، ایشون هم بود. حاج مرتضی رضایی رو نمیشناختم، سردار رضایی، مرتضی رضایی یا نه سبزوار، نه مرتضی، نه محسن یا سبزوار، مرتضی رضایی که سالها رئیس اطلاعات سپاه بود و اولین آلودگی مالی سپاه هم با او بود. بعد از جنگ یه حکمی از آقای خامنه‌ای گرفت که خورده ها رو بفروشه به نفع مجروحان جنگ، شیمیایی شدگان. خورده ها یعنی چی؟ یه تانک اینجا شکسته، لولش سالم بوده، بقیهش داغونه. یه ماشین کامانکار ارتشی شکسته، اینجاش پاره شده، اینجاش خرابه، افتاده. خورده ها رو شروع که جمع کرده و چه پولی سر این خورده ها فقط از پاکستان به دستش رسید و همینطور از تجار داخلی، کسایی که با ذوب آهن و فولاد و اینا سر و کار داشتن، خب اینا رو میگرفتن ذوب میکردن، اون قطعاتشون هم که قابل مرمت بود مرمت میکردن. از همینجا حاج مرتضی با اون قیافه وحشتناکش که حالا میگم دوستان عکسش رو پیدا کنم بذارم، سردار مرتضی رضایی که الان خیلی قیافش وحشتناک شده، سپاه رو آلوده مالی کرد. ایشونم اونجا بود. اومدم پیش آقای دکتر یزدی، گفتم چیه؟ گفت میخوان محاکمه کنن. کیا رو محاکمه کنن؟ حالا دو روز قبلش با احمد خمینی زندانیا رو ما دیده بودیم، یک گزارش مفصلم من تو اطلاعات نوشتم، از جمله مرحوم هویدا رو در اتاقی که اونجا بهش داده بودن به خاطر درگیری که با مرحوم دکتر آزمون پیدا کرد، با ایشون هم ملاقات کردم که از من توتون پیپ و کتاب خواست و به یکی دو تن از همکاران من که بسیار بهشون محبت کرده بود
و حالا جوانمردی رو رها کرده و در نهایت بی‌لطفی علیه او حرفای نادرست می‌نوشتن. گفت چرا؟ چرا؟ خب هویدا میدونست. هویدا تربیت شده لبنان و ایران و بلژیک و فرانسه، میدونست که معرفت انسانی یعنی چی. همه رو خوب میدونست. به مسئله هویدا میرسم، ولی اول اجازه بدید آقای رفیق دوست درباره دستگیری ایشون دروغ‌هایی میگه که من اینجا براتون پیشا پیش فاش میکنم، بعد بریدونم. ایشون در مورد دستگیری هویدا یه حرفی میزنه، ولی دستگیری هویدا، خود خانم دکتری که از اقوام هویدا بود، بنا به تقاضای هویدا به دکتر اسماعیل یزدی، برادر دکتر ابراهیم یزدی، تلفن کرد و گفت آقای هویدا شخصا علاقه‌مندن، بیان خودشون رو تسلیم بکنن. اینجا میریزن یه عده سوء استفاده چی، توهین میکنن و آقای هویدا طاقت این توهین ها رو نداره، بنابراین ترجیح میده خود رو به دست شما بسپاره. آقای یزدی اون وقت اومد به یه فردی بود اسماعیل چی بود اسمش، به او گفت، او رفت سراغ رفیق دوست. رفیق دوست کسی نبود که بیاد تصمیم بگیر. حالا میگه من سرپرست جوخه اعدام بود، که درباره کارش هم بعدم براتون میگم. یکی از خبیث‌ترین آدم‌هایی که در انقلاب ظاهر شد محسن رفیق دوست بود. این نوچه اخوی بود که نارنگی و موز از اسرائیل وارد میکرد. گوش میدید، اینا که حالا مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا اینا میکشن، خودشون از اسرائیل موز و نارنگی و لیمو وارد میکردن. حاج محسن ارزشی نداشت که بشه مسئول کل بازداشت شدگان، همچی کسی اصلا داخل آدم نمیسن. مرحوم ربانی شیرازی یک اشراف نمادین داشت و خلخالی هم همه اینو دستشون بود، هر کاری داشت میخواست میکرد. آقای یزدی قرار، خب من رفتم دیدم که مرحوم ناجی رو روی صندلی نشوندن توی کلاس درس، کلاسی که تا پیش از ورود فتنه گذار کبیر به ایران خمینی کلاس درس بود. آقای کمال خرازی میرفت اونجا درس میداد، موقع که معلمه نیومده بود چون ناظم بود. آقای علامه میرفت اونجا درس میداد، درست؟ آقای حاج محسن رفیق دوست به اتفاق چند تا دیگه از اوباش، از جمله همین حاج مرتضی رضایی و دو تا دیگه بچه های بازار که بازار امین سلطان میوه فروشا، اینا اونجا بودن. پسرای طیب هم صدا زده بودن اونا هم مثلا جزء گارد ها باشن. آقای نقاشیان هم که گارد ویژه خمینی بود، اونم بود. محاکمات اینجوری بود، شما میشستی پشتر یه تخته بود، روی تخته بزرگ با گچ یه نفر خوشقد بود نوشته بود و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. قصاص زندگی دوباره است، یه زندگی دیگه است برای شما که قصاص میکنی، تو که چشم کور میکنی، سر میشکنی، گردن میبری، از بالای تپه میندازی پایین، تو زندگی میگیری با قصاص، یعنی آیین وحشی جنگلی. همیشه من گفتم این قانون قصاص قانون وحشی. ساعت تقریبا 8 بود، شنیدم من آقای دکتر نیکجو از اون شنیدم که گفت 24 تن رو میخوان اعدام کنن.
تا اینو گفتم من قلبم لرزید. یعنی فکر کنم مثلا جعفریان و میخواین عزیزان من اونجا بودن، نادر جهانبانی بود، بعد منصور روحانی بود، اینا که میشناختم از نزدیک و باشون آشنا بودم، خود مرحوم هویدا. بعد پیش خودم میگفتم اینا رو که میارم من چجوری با اینا برخورد کنم، و واقعا اون لحظه فکر نمی کردم روزگاری روایت من میشه یگانه روایت غیر رسمی از اون مراسم، و عملا شده دیگه. 43 سال از انقلاب گذشته، یک نفر نیومده تعریف کنه اون شب چه شد. اولین شبی بود که چهره اهریمنی خمینی آشکار شد. شب آقای یزدی روزنامه اطلاعات گرفت، دستش بود از بعد از اون. کنار این روزنامه یا خودش یا خلخالی اسامی اون 24 تن رو نوشته بودن. من دیدم آقای یزدی بدو بدو این روزنامه زیر بغلش میره، گفتم آقای دکتر چه خبره؟ گفت هیچ، حالا برمیگردم. و رفت از اون راه مخفی که درست کرده بودن برای اقامتگاه و استراحتگاه آقای خمینی، رفت اونجا. رفت اونجا و یه تیکه از بازجویی خلخالی از تیمسار نعمت الله نصیری رو نگاه کن. من کاری نکرد که تیمسار بودجه محرمانه سابک چقدر بود؟ اون هم هست، هر سال متغیر بود، تظاهر بود، نمیدونم. آقای نصیری ممکنه بفرمایید شما در هفته چند بار با شاه ملاقات میکردید؟ دو بار. اگر اون روز آزاد بودند. در روز چند بار تماس تلفنی با ایشون داشتید؟ اصلا هیچ، در روز هیچ. نصیری حقوق ماهیانه شما چقدر بود؟ در حدود 12,000 تومان. از خانوادتون چه اطلاعی دارید؟ از 3 ماه قبل که زندان انفرادی بدون ملاقات شدن دیگر خبری ندارم ازشون. تیمسار بودجه سالیانه سواک چقدر بود؟ عرض کردم که هر سال فرق میکنم میکنه بودجه رسمن هست، نداره اینم میشه به اطلاعاتون گذاشت. تیمسار بودجه محرمانه سواک چقدر بود؟ بودجه سواک کار محرمانش برای داخلی و خارجی در این سال آخر به 2 میلیون رسید. در سال آخر چی قربون؟ به 2 میلیون رسید، نزدیک به 2 میلیون. 9 میلیون یا 2 میلیون؟ یعنی ساواک با اون همه تجهیزات بودجه سالانش فقط 2 میلیون تومان؟ هست، هست مازه که هست که بودی تو دولت میده. هم بودجهش اینقدر ده، هم ایش کسی شکنجه نداره. روزی 60 میلیون داشته ساواک، چی داری میگی؟ حواست کجاست؟ مستی؟ دیمونه ای؟ چی به آخه جا؟ اینقدر دل مشد آخه؟ این شما ناجوانمردی رو ببینید، خدا رحمتش کنه. رو آقای صابر همکار من تو تلویزیون میپرسه بودجه محرمانتون چقدر؟ بودجه محرمانه میگه سال آخر نزدیک 2 میلیون تومان. بعد میگه ساواک با اون تشکیلات 2 میلیون تومان بود بودجهش. ببینید در چه فضایی این به اصطلاح بازجویی ها انجام گرفت. خبرنگار میشه بازجو چون تمایلات چپ داره، خبرنگار میشه دادستان چون تمایلات اسلامی داره، خبرنگار میشه اعدام کننده چون تمایلات مجاهد داره. اینا تلخ و دردناکه. من واقعا بختم میبرد وقتی فردا
این نوار رو دیدم به صابر گفتم تو چی کن؟ گفت فضا من جوگیر شدم اینا. البته دو تا دیگه هم بودن که حالا کاری بهشون ندارم. صابر به رحمت خدا رو. ببینید چقدر فضا سنگین و تخت. ساعت قبلشم اینا قبل از اعدامه، این روز 23 بهمنه، آقای دکتر یزدی با تیمسار رحیمی درگیر شد. حالا داستان چی بود؟ باز آقای صابر سوال کرد که الان ماموران شما، اینای شما مشغول کارن، چیز میکنن، چه دستوری بهشون میدید؟ گفت وظایفی دارن، باید به وظایفشون عمل کنن. آقای دکتر یزدی بلکه مرتیکه با همین لحن که بعدن یه اصرار کردن مرتیکه ایشون نبود، یکی دیگه بود. حالا مگه شما دین ندارین؟ اون گفت ما به قرآن مجید، به کتاب آسمانی و قسم خوردیم در راه حفظ قانون اساسی مشروطیت، نظام پادشاهی از جون بگذاریم. الانم افراد من، افرادی که تحت فرمانده من هستن، وظیفه قانونیشون دفاع از حکومت قانونی و از قانون اساسی است. سوگند یاد کردم. این صحنه خیلی هم ضبطش بده، این چیزی که ما داریم، ولی یه لحظه فقط نگاه کنید درگیری دکتر یزدی و تیمسار مهدی رحیمی. این احتمال است که شما امشب رو هم در اینجا به سر بسید. تکلیف افراد فرماندار نظامی تهران چی هست؟ کی به اونا الان دستور میده؟ اونا امشب رو باید به چه صورت با مردم سر کنید؟ اینا یه برنامه دارن، یه مقرراتی دارن، مقرراتشون اجرا میکنن. شما توصیه میکنید که چیکار کنن؟ وظایف وجدانی و وظایف خداییشون رو انجام بدن. یعنی که مردم اگر مردم هیچ وقت ما علاقمند نیستیم که کسی کشته بشه. و این رو هر وقتی که من به افرادم باشن میگم. چرا اینجا بگم؟ خودشون میدونن تکشون چیه؟ خودشون رویه سابر ندامه بدن؟ رویه ای که انسان با شرف، با حقیقت و به اصطلاح در حکم انسانیه. بهتیم زن یکی دیگه از مسئولیت هایی که شما داشتید. بله. یزدی به آدمی که سوگند خورده به قانون اساسی، به پادشاهش، به دکتر بختیار نخست وزیرش وفادار باشه، داره بهش میگه مگه امام نگفت قسم شما قبول نیست؟ امام خمینی اینو گفته. امام خمینی جنایتکاری که اون همه جنایت کرد در تاریخ ما، جای پای هولاکو و چنگیز پاشو گذاشت. اون تا نعلین داشتون، حالا پوتین موزر داشتن. آقای دکتر ابراهیم یزدی، فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه آمریکا، مدافع حقوق بشر، به تیمسار رحیمی که در چنگشونه ولی دلاورانه ایستاده و میگه من به سوگندم وفادارم، افراد منم وظایفی دارن که باید انجام بدم. اون وقت در تصویری که از رحیمی داده میشه، او خائن، آدم کشه، ضد مردمه، آقای یزدی مرد انقلابه. سه ماه، دو ماه بیشتر نکشید یزدی و بنی صدر و قدساده شدن مثلث بیق. آخرش هم آقای یزدی سرطانی گرفت. همه بالاخره به یه مرضی، بیماری، سکته ایسی میمیرن، ولی آقای یزدی رنجی کشید که اجازه نمیدادن بهش بیاد بیرون حتی ترکیه و معالجه کنه. انقلابی رو که ایشون یکی از ستونها و ابواب جمعی و باعث و بانیش بود، با دروغهایی که به خورد رمزی کلارک میدادن و اون میبرد به خورد کارتر میداد. چه چیزایی این انجمن اسلامی آقای یزدی در آمریکا چه دروغهایی گفتن؟
ببینید من یه چیزی بگم صادقانه بگم بهت. ماها نسل قبل از من و حالا ماها بعضی ما خاطره بدی از حزب توده دارن. درست؟ در حزب توده شاخه نظامی هم بوده. ولی به طوری که بعدها ثابت شد همه شاخه نظامی نوکر روسا نبودن. مقربی که جاسوس بود هرگز عضو حزب توده نبود. یه عده توشون بودن مثل کیانوری مثل اونای دیگه کامبخش اینا نوکر روسا بودن، عباس آقا و بقیه. خب ولی کشاورزم بود اونجا، اسکندری هم بود. اینا رو باید یادمون باشه. چپ ایران حالا غیر از یک عده که خائن بودن و در خدمت بیگانه، به طور کلی چون اندیشه اسلامی داشتن هیچ وقت اینجوری خیانتکار و جنایتکار نمی شدن. دیروز براتون گفتم کتاب میان دو دنیای رضا گوران رو بخونید میبینید بابا این ایدئولوژی خطرناکه، چه دست رجوی باشه چه دست خمینی. در بهشت اشرف هم بچه ها رو شکنجه میکنن، شکنجه میکنن، گرسنه نگر میدارن، توی آفتاب توی گرمای 60 درجه تو سلولی که سقف شیروانیه اونجا وادارش میکنن، نگاش میکنن اونجا. آقا شما فقط تصور بکنید که این جنایت در میان اونا هم هست. بنابراین فقط خمینی نیست، این طرف هم هست. اما شما تالا شنیدید که مثلا یه چپ ایرانی که سوسیالیست هم هست این بیاد رفیقش رو شکنجه کنه؟ این اتفاقایی هم که افتاد و داستان شهرام و بقیه باز از گور مجاهدین شنبه بلند شد، مارکسیست شد و اون برگشت و اون یکی رفت زد. ولی من عملا نگاه میکنم سازمان فدایان خلق ایران از فردای انقلاب خمینی رو شناخت، علیه خمینی بلند شد، ده تا شاخم شده تا امروز. اوکی؟ ولی شما هر کدومشون رو میبینید با زمان جلو رفتن، متحول شدن، دگرگونی پیدا کردن. امروز دموکراسی و سکولاریزم دوتا بند اول اندیشه شونه. به این نکات توجه کنید. نکاتی هست که من الان دوستانم اصلا در سازمان فداییان بسیار بهشون احترام میذارم. فریدون برای من خیلی عزیزه و نمونه های دیگرشون، خلیق، بقیه، اینا آدمایی هستن که میشینی باشون بحث میکنی لذت میبری چه تحولی در روحیشون هست. با زمان جلو میرن، سوسیالیسم رو به معنای واقعی قبول دارن. ولی تو اسلامی ها شما کدوم متحول رو میبینی؟ وقتی اومده هنوزم این طفلک آقای رضا خان، رضا گوران، هنوزم تو کتابش میشه خداوند روحش رو شاد کنه، این تو کله مونده کارش نمیتونه بکنه. 20 سال تو اون رژیم، 15 سال توی ولی فقیه در جوار وطن، اینا رو تو کلش کرد. شما اصلاح طلبا رو میگید به محض اینکه اسم خمینی و انقلاب میان لال میشن. جناب آقای موسوی، برگردیم به دوران طلایی امام. آقای کروبی حساب امام رو باید جدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این رسوبات این ایدئولوژی تو کله میمونه. وحشت از قیامت، به بهشت و دوزخ، توی دوزخ سیخایی به آدم میکنن همم داغ. بعد این خدای بیکار رو ببین، یه میلیون سال بشر مثلا تا حالا بوده همینجور از صبح تا شب دارن سیخ به آدم ها میکنن چون یه لیوان شراب خورده.
چون عاشقانه به نفر نگاه کرد. فرو کن. جوالدوز به زنی میکنن که از پنجره چشش به یه مرد نامحرم افتاده. جوالدوز. همینطور از صبح یه عده جوالدوز میکنن. این اندیشه اصلاح پذیر نیست. ولی اندیشه چپ بار انسانی بهش بدی، سوسیالیسم واقعی بیاد درست میشه. درنگ کوتاهی میکنیم تا بقیه آن شب را برایتان بگم. حدود ساعت 10 بود تقریبا که شامشون هم خورده بودن و همه چی. و بعد بالاخره دکتر یزدی برگشت، دور 4 تا اسم خط کشته بود که آقای خلخالی گفت امام اینا رو خط کشتن و آقای زوارعی داد زد آقا چرا رفتی اینا رو، باید همه رو امشب میکشتیم. حالا بعضی از من سوال میکنم، میگه آقا تو چپا رو میگی، مگه قاطی اینا چپا نبودن؟ چرا بودن؟ ولی همونطور که تو راست حقه باز پیدا میشه، تو چپ هم پیدا میشه. توده‌ای بود در خدمت خمینی، خبر میبرد. سرنکبیری بود، نوکر اینا بود و بغل دست رئی شهری حکم اعدام میداد. بودن همه جا هست. ولی من جنرال دارم میگم، امروز شما با 4 تا مجاهد میتونید بشینید حرف بزنید، غیر از اینکه فوش مزدور اجاره ای فلان طرف تا دیروز باهاشون بوده، امروز اومده بیرون میشه مزدور. معتاد خمینی، اینو به مرحوم بنی صدر میگفتن، به دکتر حسین جوادی، به مهدی خان بابا تهرانی، شریف ترین انسان چپی که من دیدم، چه ناسزاهای رجوی نگفت. زنده ها دکتر قاسملو در خون شناور بود تو وین، رجوی داشت لعنتش میکرد. اینا اینن. ولی شما از یه چپ نمیبینید این مدلی رفتار بکنه. آره داره هژمونی و نمیدونم امپریالیسم و اینا همه هست، ولی در مجموع اسلام ناب در وجه مجاهد، در وجه طالبان، در وجه القاعده، در وجه داعشی، در وجه داعشی شیعه، شیعه داعشی، اینا همشون سر و ته یک ارباس و یک گندن. یکی مسئلش میشه خمینی، یکی میشه ملا عمر، یکی میشه البغدادی، یکی میشه نمیدونم الدمشقی، اینا همه یکی هم. همه وابسته به یک اندیشه فاسد و واهی هستن که کشتن انسانها رو بسیار امر عظیمی میدونه، قصاص رو یه امر مقدس میدونه. همشون وابسته به اونجا. رضا گورانم میگه در اردوگاه اشرف رجوی با کسی که زبان میگشود به انتقاد چه میکردن. باری گفتن اینا آبم نباید بهشون داد، یعنی این 4 نفری که محکوم به اعدام شدن آبم نباید بهشون داد. اون 20 نفر رو برگردودن توی زندان، اون سالن بزرگ بودن، این 4 نفر رو جدا کردن در یه اتاقی تو مدرسه رفاه، یه اتاقی نزدیک به راپله ها. حالا هیچکی نمیدونه اینا میخوان رو پشت بام اعدام کنه. بعد آتش سوزی که مرحوم علامه خسروشاهی به من گفته بود شروع شد. خدایا چه دیدم من، و خدایا سپاس که دیدم، چون گندی رو که به اسم انقلاب به ملت ما غالب شده بود از نزدیک کرد، کاملا برام مشهور شد، دیدم چیه خمینی، دیدم کیه. دوستم که در 12 روز پیش اومد بود خود امام علیه، قشنگ دیدیمش که کی بود. تیمسار نصیری همونطور که دیدید در زندانی که بود دارش مرد پاره شده بود، صداش در نمی اومد و دیدید چی ازش می پرسیدن. ای خدا، با همین صدای خرابی که در نمی اومد، چون درویش هم شده بود کاری ندارم، اینا همش اون موقع یا علی می کشیدن، تیر بارونش کرد. مرحوم ناجی خیلی خودش رو باخته بود، رویش هم باخته بود و حالت
خوشی نداشت و گریه میکرد، ناراحت بود. تیمسار رحیمی ضمن دادن سلام و جاوید شاه گفتن و پاینده ایران گفت، اون روز قبلش یادم نمیره، وقتی دکتر یزدی باشون جوی رفتار کرد گفت شیر در بند است و سفله در گله و یه چیزی خوند. اینجا روی پشت بام مدرسه عربی فقط میگفت جاوید شاه پاینده ایران و تیرباران شد. اون پیکر درشت قد بلند افتاد زمین پر برف، خونم روی برفا ریخته، منظره رو میتونید مجسم کنید. خسرو داد در لباس فرم، لباس اوانی روز، لباس بسیار شیکی هم بود، شلوار توی پوتین، فقط ریشش در اومده بود، چند روز ریش رو نزده بود. بله، همین همون تخت است که میگم روبروش میشه، پشت به پشت به اصطلاح متهم، و نوشته بود روش آیر. خسروداد گفت من ارشد هستم اینجا و خودم دستور تیرباران میدم. ارشد چون یه سرگرد، فکر می‌کنم نیروی زمینی بود، یه سرگرد اونجا بود، از اول دنبال خمینی بود. سرنگ ثقفی هم برادر زنش بود ولی نیومد تو این اعدام ها و اینا، ولی اون سرگرده میمد که اسمش یادم نیست. او بود، محسن رفیق دوست بود، اینا جوخه اعدام بودن. و اینم بگم، مرحوم رضایی پدر، پدر رضایی که مجاهدین بهش میبالیدن و چند تا بچه‌هاش کشته بودن، مسلسل بهش دادن که به نصیری بزن، گفت من نمیزنم، من نمیتونم. به مادر کبیری دادن، معصومه کبیری، گفت من نمیتونم، من آدم کش نیستم. خسروداد خودش فرمان تیر داد، داد زد خودش گروهان به همون سبک نظامی خودش، هدف هدف، و او رو زدن و محسن رفیق دوست رفت تیر خلاص زد. البته قیافش مثل حالا نبود، جوان بود، افتخارش هم رانندگی امام بود و پیت حلبی چسبونده بودن به ماشین امام که از سوء قصد مصون باشه، در حالی که نمیدونستن که قرار بود ایشونو بکشن، در داخل هواپیماش نه بقیه رو، تکی میکشتنش، راهشو بلد بود. آقای دکتر جوان طرحی ارائه کرده بود که وقتی رئیس اطلاعات فرانسه اومد ایران بحث کرد، گفت آقا ما آماده ایم کار بکنم. شاه گفت نه ابدا ابدا. اون شب خونین 4:30 صبح آقای خمینی رو آوردن رو پشت بام، پیر مرد، آدمی که باید عبادت بکنه، موقع اومد بالا لبخند تا اینجا دهنش وا شد، الحمدلله به درک واصل شدن، باید بدیم نماز شکر بخوانیم. اومدم پایین تو همون محوطه پایین پلا جمع شدن و نماز شکر به جا آوردن. من نماز نخوندم. وقتی از من پرسید نقاشیان چطور نخوندی، گفتم من وضو نداشتم. خب این که نماز شکر بود، اشکالی نداشت. به هر روی آمدم خانه، دوش گرفتم، نکبت این فتنه رو از تنم پاک کردم، از روحم پاک کردم. 7 صبح رفتم روزنامه، زنگ زدم به مرحوم صالحیار، آقا ما گزارش انحصاری داریم، اختصاصی داریم. گفت برو فوق‌العاده درار. و من اومدم تا ساعت 11 صبح، همه رو پر کردم با عکس و همه رو، از پزشک قانونی هم عکس گرفتیم و فوق‌العاده اطلاعات نزدیک 12 ظهر جمعه در اومد. 1,000,000 تیراژ همون 4 صفحه. کیهان هم دیگه ناچار شد بعد از ظهر دید خورده حسابی، اونم رفتن یه فوق‌العاده در آوردن. ولی این تصاویر خیلی ها رو تکون داد، خیلی ها در روز امام معصوم مقدس، امام مهربان، امام اومده برق آب و تلفن رو مجانی کنه. نگاه کنید الان این تصویر رو، شما نگاه کنید، رسولی معلاتی اون پایین، خلخالی، اشراقی داماد خمینی، هم خمینی
اونم حیات خمینی از پشت این پنجره بلند میشد دست تکون میداد، نقاشیان هم بغلش عجب ببینید. و این پیرمرد اومده بود که عدالت رو تقسیم کنه. دیروز براتون پخش کردم، بعد از 30 سال از زندان اومدین بیرون، برین حال کنین، خیلی اوضاعتون خوبه. اما آقای خلخالی رژیم رو قشنگ تشریح میکنه، ذات آدم کشه آخوند رو هم بیان میکنه. ببینید خلخالی در موردی که ما آخوندیم بلد بودیم، ببینید چی میگه. آقای خلخالی بفرمایید که در مجموع چند تا حکم قتل صادر کردید؟ خیلی بودن. وقتی شما احکام اعدام رو صادر میکردین، خودتونم هنگام اجرای حکم اونجا میستادین؟ آره آقای آذری میگو یکی از محسنات شما همین آقای آذری قمی. آره میگفتن که حکم شما اینه که کسی را که محکوم به اعدام میکنی وای میستی، حکم اعدام اجرا میشه بعد میری میخوابی. یعنی در واقع شما یک لذت میبردین از این کار؟ چه کار داری حالا تو؟ ما آخون میبلد این کار بود. آقای خلخالی اگر اوضاع برگرده شما فکر میکنید سرنوشتتون چه خواهد بود؟ مرحوم حسین مهری این مصاحبه را انجام داد و خلخالی گول خورد، ولی مصاحبه نمی کرد که حرف رو بزنه. مهری با زرنگی یک روزنامه نگار او رو به پای تلفن کشاند و باهاش صحبت کرد و این حرف رو زد که هویت او رو و اربابش رو و بقیهشون رو آشکار کرد که من نیستم، تا اعدام بشه بعد میرم میخوابم. و آقای آذری قمی میگه حسن تو توهینه، چون اونم آدم کش بود، اونم آدم کش بود. من یه حرفایی بعضی وقتا میشنوم متاسفم میکنه. ببینید آقای مثلا خاتمی، خب میتونی بهش بگی یه آخوند اصلاح طلبه، ولی هنوز مؤمنه به خمینی، به انقلاب اسلامی مؤمنه. اگه به من بگی آقای ابتهی مؤمنه، میگم نه، ابتهی اعتقادی نداره به اینا، نه به انقلاب، نه به ولایت فقیه، به هیچ کدوم اینا اعتقاد نداره. یه عده‌شون هم هستن که میدونن اگر تغییری به وجود بیاد باید جواب پس بدن، پس میگن هرچی بدبختی سر ملت بیاد اما سایه ولی فقیه از سر ما نره. کلن میخوام بگم کسی که صاحب ایدئولوژی مذهبی و دینی به این شکل است اصلاح ناپذیره. چپ قابل اصلاحه، کمون که دیدیم حتی در حکومت ها در دولت ها قابل اصلاحن، بران که مدرنن. ولی آدمی که دنبال بهشت و دوزخ و امام زمان و ایناست، این قابلیت مدرن شدن و اصلاح شدن رو نداره، به خرافاتی دل بسته است که خلاصه زمان گذشته رفته. متاسفم در مورد این مسائل. حضورتون عرض بکنم که دلم میخواد تا وقت داریم صدای نازنین عبدالرسول مرتضوی رو از زندان بشنویم. یاد برمی آوریم مرگ بر خامنه‌ای، ننگ بر خامنه‌ای، به نام نامی آزادی. چه رنجی می کشد زندانی سیاسی، آخر بیگناه هست زندانی سیاسی. با سلول انفرادی شروع می شود، از همه دنیای خود به ناگاه بریده می شود، در بسته می شود و خود را بی پناه می یابی. تو تنگ است، زمان گم شده است، دیوارها تو را در هم فشردند و ساعتی بران نیست که بگوید چه هنگام از روز است یا شب. نه صدایی، نه سیمایی، نه روزنامه‌ای، نه کتابی، نه همراهی، نه غمخواری. راستی هم اکنون در بیرون بر عزیزانت چه می‌گذرد؟ نمی‌دانی. چه مظلوم است زندانی سیاسی. یک ماه، دو ماه، چند ماه در آن سلول
زنده ای اما زندگی نمی کنی. فشارهای روانی و عصبی به تدریج جسم تو را نیز می فرساید. سپس به زندان منتقل می شوی و حکمت را می گذارند پیش رویت. 3 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال. آخر به چه جرمی؟ به کدامین گناه باید از همسرت، فرزندانت، مادرت، پدرت و دلبستگانت دور باشی؟ چه مظلوم است زندانی سیاسی آنگاه دنیایش را از او می دزدند و محبس را به او ارزانی می دارند. اما مسئول این ستم بزرگ بر فرزندان این خاک و بوم شخص سید علی خامنه ای است. تمامی اعتراضات باید متوجه او باشد که مظهر حاکمیت نظام ناکارآمد جمهوری اسلامی است. مرگ خواستن برای خامنه ای همانند تمامی شعارهایی که در آن از واژه مرگ بر استفاده می شود، نه به معنای طلب مرگ فیزیکی و یا تلاش برای میراندن کسی است، بلکه به معنای باطل بودن عمل کرد آن شخص و ضرورت برکناری او از جایگاهی است که به ناحق اشغال کرده است. بنابراین به خاطر تمامی رنج‌هایی که این ملت در طی دوره زعامت این فرد نالایق متحمل شده است، فریاد برمی آوریم: مرگ بر خامنه ای، ننگ بر خامنه ای. عبدالرسول مرتضوی، بهمن ماه 1400، زندان رجایی شهر. مرتضوی عزیزم، درود بهت میفرستم. ای دلاور آزاده، در زندان رجایی شهر چنین فریاد میزنی، درود بر تو، درود بر تو. داشتم راجع به پیام دیروزم، دیدید آقای الویری صحبت میکرد راجع به در دزدی‌های خانم قاسم سلیمانی و خانم آقای جعفری. امروز هم یه چیز دیدم خیلی جالب بود، این آقای نجفی که بعداً یه پرستو به جانش انداختن و جان و جهانش رو نابود کردن، وقتی شهردار بود چیزی گفت که اون روزها تازه راجع به قالیباف دارم میگن. ببینید چه گفت. اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. تدوین شاخص ها یک نالا. ایشون هم بعد از مدت های گزارشی داده شاید ارزش کارشناسیش 10 میلیون تومان هم نباشه. بررسی کردیم دیدیم یه گزارش، یک قرارداد دیگری در تاریخ 2/5/96 با همین آقا بسته شده. یعنی اون در اواخر اسفند آخرین پرداخت 1/5، یکی اصلا در 2/5 در واقع قرارداد بسته شده به مبلغ 730 میلیون تومان که آخرین پرداختش باز 2/5/96 بود. یعنی این آقا مدعی از کل مبلغ پرداختی که 1 میلیارد 434 میلیون تومان هست، 170 میلیون تومانش رو به خودش دادند، بقیه رو ریختن به حساب ایشونشون، برگردونده به حساب یه آقای دیگه که اون آقای دیگه رئیس دفتر یکی از معاونین شهرداری بوده و این پول بر اساس ادعای اون آقای دوم این است که رفته توی انتخابات. خب آنچه که آقای نجفی میگه برای من و شما الان کاملا واضح هست که چه کسی در مقام رئیس پارلمان ایران نشسته. مؤتمن الملک، روحت رو میبوسم. مردان بزرگی که احتشام و سلطنه، مردان بزرگی که برای مجلس، سردار فاخر حکمت، انسانهای وارث، دکتر معظمی، اینا مجلس مدار بودن و حالا باید محمد باقر قالیباف به پاس آدمکشی ها، جنایتش و دزدی های کلانش، حالا چرا الان دارن درازش میکنن؟ چون داره کم کم شاخ میشه. آقا مشتبه وعده ریاست جمهوری بهش داده بود، ازش دریغ کردن، اونم غضبناک شده. حالا میگن خیلی خوب، غضبتو ما میدونیم باهاش چیکار کنیم. هیچ کدوم از افشاگری ها، پخش یه ویدیوی ناگهانی، صدای آقای جعفری و بقیه اتفاقی نیست، همه با برنامه ریزیه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز،
پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره بر افراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما در پناه پروردگار عاشق.